اومدی پسرم. ممنونم. جمره چطوره؟ بد نیست. سعی میکنه سرپا بمونه. عزیزم. یه آبی به دست و صورتت بزن و بشین سر میز. نمیخورم، اشتها ندارم. مگه میشه پسرم؟ به خاطر تو هنوز میزو جمع نکردم. مامان، با این حالم چطور به غذا خوردن فکر کنم؟ خاله هندان اشکالی نداره، من جمع میکنم هر وقت دوستاش بخوره. خیلی بد شد. جمره خبر داره؟ نمیدونم، بعد بیرون اومدنم فهمیدم. چه میدونم، شاید وکیل زنگ بزنه، شاید بره پیشش بهش بگه، اصلا نمیدونم. میدونی کوزی، نمیخوام ضد حال بزنم، ولی بعد از حرفای باریش وضعیت جمره خیلی سخت میشه. ابرو خانوم، به زودی یه سورپرایز بزرگ برای بانو دارم. برای اون ساختمونی که میخواست وارد یه مزایده بزرگ زمین میشم. یعنی انقدر زمین بزرگه که میشه یه کمپ بزرگ توش درست کرد. جایی پیشرفت خیلی زیادی داره. برای مزایده پیش پرداختم دادم. یعنی انشالله آرزوهای بانو به واقعیت تبدیل میشه. خیلی خوبه. ولی این سورپرایز برای بانو اتفاق نمیافته، چون از اواخر این ماه بانو حق امتیازی که بهت داده بود و پس میگیره. در واقع من اینو خواسته بودم. برای همین بانو تا موقع مزایده بالای سر کارش میمونه. اینطوری از وضعیتم مطلع میشه. البته خیلی هم خوب میشه. یعنی اگه بانو بالا سر کار باشه عالیه. منم همینو میخوام. کارخونه منتظر خبر ماست. باید زودتر اقدام کنیم. ببخشید الان برمیگردم. گونه، میشه حرف بزنی؟ زینب بدن. دستگاه مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. بعد از صدای بوق پیغام خود را بگذارید. ملتا اوزا به هم ریخته. برای مزایده باید دست بجنبونیم. فوراً بهم زنگ بزن. فوراً. راستش برای انجام اینا هم خیلی دیر کردیم. کدوم رو تایید کرده بودم؟ این نیست، اینم نیست. آره اینه. خب اینو بفرست سریع چاپ بشه که ببینیمش. زینب اینجایی؟ امروز گونه یه موقعی حرف زدن با سیمایی دیدم. تو بشکتاش توی یه تاکسی بودم. اونا هم یواشکی با هم حرف می زدن. ولی گونه همش دروغکی می گفت صبح جلسه داشتم. چرا؟ خودت هم میگی یواشکی حرف می زدن. شایدم دور از چشم کوزه به سیمای کمکی چیز نمی کرده. ممکنه. ولش کن اصلا، به من چه؟ دیگه دخالت نمی کنم. یه وقت دوباره من میشم مقصر. خیلی خوب، من اینا رو بدم بیام. راستش این روزا سیمای بازم این دورو برا پیدا شده. اون روز که رفتم پیش باریش تو بیمارستان دیدمش.
ای؟ نمیدونم، شاید اتفاقی دیدمش. حتما برای تیغ زدن اومده بوده. بگذاریم، من هیچی نگم بهتره. این دفعه من به کوزه هیچی نمیگم، بعد به اسم من تموم میشه. به سیمایم که اصلا کاری ندارم. ولش کن. میخواین کمکتون کنم؟ نه خیلی ممنون، دنبال تلفنم میگردم. تلفنتون رو گذاشتیم توی کمد. میشه بدینش به من؟ خیلی ممنونم. خواهش میکنم، امروز بیشتر استراحت کنین. اگه کاری داشتین اون زنگ بالای سرتون رو بزنین. باشه. خیلی بهتون میاد، یه سایز برام بزرگه. خیلی هم خوبه، ولی گوشی منه، مشکلی نیست. میشه یه سایز کوچیکترشو به هم بدین؟ ای بابا چی شد؟ الو. جالبه، فکر میکردم توی سوراخ موش قایم شدی. هنوز جرأت داری تلفناتو جواب بدی؟ پس من خیلی خیلی متاسفم. متاسفی؟ باید وحشت کنی. نمیدونم چطور اون کارو کردم، واقعا خیلی متاسفم. یه لحظه دیوونه شدم، به خدا نمیخواستم اینطوری بشه. تو را لو ندادم. میدونم، ممنونم، ولی وقتی اون حرف رو شنیدم یه لحظه دیوونه شدم، کنترلمو از دست دادم. خیلی پشیمونم، از عذاب وجدان دارم میمیرم. حالا هم که جمره به خاطر من افتاده زندان، از اینکه افتاده گردن اونم دارم عذاب میکشم. بازی کردنو بذار کنار. خوب گوش کن، دیگه نمیتونی به زندگی سابقت ادامه بدی. میدونی که این کار یه تاوانی داره. نمیخوام تو رو دورو برم ببینم سیمای. گورتو گم میکنم. اونی میری، حتی از این شهرم میری، غیبت میزنه، دیگه پیدات نمیشه، هیچ وقت نبینمت. ولی اگه یه وقت پیدات بشه نابودت میکنم، از دستم خلاص نمیشی. یه راه دیگه برای بیچاره کردنت پیدا میکنم. قسم میخورم کارتو تموم کنم. جوابتو نشنیدم. باشه، اصلا طوری غیبت میزنه که منم پیدا نکنم. خیلی خوب باشه، ولی تو هم به جمره کمک کن، نمیخوام گردنم بدن. هنوز داری با من چونه میزنی؟ فکر میکنی همچین قدرتی داری احمق؟ دعا کن من زنده موندم. پس بذار حرف آخرمو بزنم، اصلا از کارم پشیمون نیستم، حقت بود که این بلا سرت بیاد. عجب دختر خریه. این چه وضعیه؟ واقعا که تو رو خدا تشریف داشته باشید. کجا میرید الان؟ میام. دیگه برام مهم نیست. خیلی معذرت میخوام. دیگه هیچ وقت اینجا نمیام. معلوم هست کجایی تو؟ حالا هر چقدر دوست داری برو با تلفن حرف بزن. منظورتون چیه؟ به اندازه کافی تو رو تحمل کردیم، دیگه اینجا کار نمی‌کنی. خدافظ. ولی به خدا ببینید، یه نفر از خانواده‌ام مریض بود، باید حتما جواب میدادم. برای تو همه چی از کارت مهمتره. دیر میای، دائما تلفن دستته، دیگه نمیتونم تحملت کنم. خواهش میکنم، تکرار نمیشه. امکان نداره، دیگه اینجا کار نمی‌کنی، برو پی کارت. خوش اومدین خانم. سلام، لباس شب می‌خواید؟ بفرمایید. خیلی ممنونم. نوشه چونت. کوزه، خودتو ناراحت نکن، حقیقت روشن میشه. خاله هندانم گفت باریش با کسای دیگه هم رابطه داشته، شاید اون شب یکی از اونا تو خونه پیشش بوده. جمره راست میگه، مطمئنم راست میگه. سوء تفاهم نشه، درسته من نگفتم کار جمره نبوده، یعنی گفتم به خاطر حسادت این کارو کرده. تو از کجا میدونی باریش با کسای دیگه رابطه داره؟ شنیدم، حتی اون روز روز عشاق بود، یه نفر آورده بود خونه. چیز خانم، آقای باریش مهمون دارن.
که اینطور؟ بله خانم. خیلی ممنون. دیدی؟ معطل جمره نمونده، اونو فراموش کرده. خب جوونه، آدمای پیرو ببین چه کارا که نمی کنن. یه روز همه چیو فراموش می کنن. خداحافظ. خداحافظ. به گوشه جمرم رسیده، برای همین با هم دعوا کردم. پس نگهبانا باید بدونن بارش با کی قرار داشته، درسته؟ البته که می دونن، اما به خاطر اخراج نشدنشون محاله بگن. پس حتماً میدونن اون شب کیا تو خونه بودن، درسته؟ تو اظهاراتشون گفتن اون شب غیر از جمره کسی به اون خونه نیومده. اون کاری نداره، حرف کشیدن از اون کاری نداره. کوزه تو رو خدا خواهش میکنم خودتو تو درد سر ننداز. همه چی مثل روز روشنه پسرم. جمره شنیده اومده باهاش حرف بزنه، اون وقت نشستن نوشیدنی خوردن، بعدش هم با هم دعواشون شده. گزارش پزشک قانونی چیزی از الکل ننوشته، یعنی تو خون جمره الکل نبوده. یعنی من دروغ میگم؟ با چشمای خودم دیدم نوشیدنی و لیوان رو میز بود، خورده بودن، کاملا معلوم بود. گروه تجسس تو خونه نه بطری پیدا کردن نه لیوان، ولی باریش الکل خورده بوده. حداقل باید لیوانی که اون ازش خورده پیدا میشد، ولی اونم نیست. تو چی میخوای بگی؟ یعنی روز حادثه قبل از اومدن پلیس تو خونه یه نفر وارد خونه شد و هرچی مدرک بوده جمع کرده؟ آره همینو میگی؟ خودشه. آره. شب حادثه یه نفر رفته تو خونه، قبل از اومدن پلیس رفته تو خونه، یه نفر رفته خونه و هرچی مدارک بود و جمع کرد و بعد زده به چاک، فرار کرده. معلومه. دمت گرم، خیلی لطف کردی. شب بخیر. شبت بخیر. چیزی شده؟ تحقیقات ادامه داره، همکارا اومدن یه نگاهی به دور و بر بندازن. منم خواستم شخصا تو این کار کنارشون باشم. خوشحال شدم، گفتم اینطوری شما هم خیالتون راحت میشه. البته برای اینکه کوزیم با اون حال و روزش از ماجرا دور نگه دارم خودم اومدم. آره عالیه، کار خوبی کردی. خب چیزی دستگیرتون شد؟ فعلا که داریم بررسی میکنیم، زیاد اینجا میاییم و میریم. خسته به نظر میاد. آره هممون شوکه شدیم، هنوز خودمون رو جمع جور نکردیم. برنامه هاتون هم یه مقدار به هم خورده؟ دقیقا، مجبور شدیم چندین جلسه رو عقب بندازیم، برنامه هامون به هم خورده. بدشانسی بزرگیه، این که قضیه به جای سینا نرها بیفته گردن یکی دیگه به نفعشونه. منظورت چیه؟ جمره میگه اون شب نفر سومی هم تو این خونه بوده، ولی نمیدونم نگهبانا چرا اصرار دارن که نفر سومی نبوده. چون متاسفانه جمره حقیقتو نمیگه. انگار همینطوریه. خب دیگه مزاحمت نمیشه. موفق باشی. راستی خدمتکارا اون شب بر نگشتن خونه، درسته؟ فردا صبحش اومدن. آره چطور مگه؟ ظاهرا ابرو خانم و مادرتون تو بیمارستان بودن، اونا هم بعدن اومدن. درسته، ولی نمیدونم واسه چی داری میپرسی. خودت چی؟ اداره پلیس پیش تو بودم، دیدی که. بعدش هم رفتی بیمارستان؟ آره خب. ولی قبلش برگشتی خونه. آره اومدم به بانو سر بزنم. متوجه نمیشم چه نتیجه میخوای بگیری. دارم سعی میکنم بفهمم بعضی سرنخارا کی از بین برده. پلیس هیچ ردی در مورد نفر سوم پیدا نکرده. چون نفر سومی نبوده. باریش موقع حادثه الکل خورده بود، ولی لیوانی تو خونه پیدا نشد. فرض کنیم از بطری خورده، اونم پیدا نکردیم. والا من سر در نمیارم، اما اگه یه نفر دیگه بوده حتما یه ردی از خودش میذاره دیگه، شما هم پیداش میکنین انشالله. البته پیدا میکنیم. بگذاریم، میبخشی ها، فقط دارم احتمالات رو مرور میکنم. حسابی خسته ای، بیشتر از این مزاحمت نمیشم. خب من دیگه میرم.
شبت بخیر. شب بخیر. کس دیگه ای نبوده. یعنی داره دروغ میگه؟ من و ابرو خانم درست بعد از حادثه اونجا بودیم. تو خونه غیر از ما کسی نبود. چیزی که دست نزدیم. خیر قربان، بعد از حادثه هیچ کس وارد خونه نشده. حاضری به یونس زنگ بزنم؟ زنگ میزنی، عجله‌ای نیست. بذاری یکم با هم حرف بزنیم. لطفاً کوزه، تا امروزم منو آدم حساب نکردی و درست حسابی با هم حرف نزدی. مامان، اعصابم خیلی به هم ریخته است. مامان اعصابم واقعا داغونه، فعلا راحتم بذار، خواهش میکنم، دارم خفه میشم. کاش میتونستم آرومت کنم، کاش میتونستم با حرفم خوشحالت کنم، اما نمیشه پسرم. من اهل دروغ نیستم کوزه، جمره رو حتی یه ذرم دوست ندارم، اما کاش هیچ کدوم از این اتفاقام نمیافتاد، این بلاها سر اون نمیومد، به خاطر اون این همه عذاب نمیکشیدی. خیلی خوب ماما. کوزه، مگه هرچی سرمون اومده به خاطر اون دختره نبوده؟ از همون اولش مگه هر دوتون به جون هم نیفتادی؟ مامان، اگه نمیخوای گوش نکن، اما من حرفمو میزنم کوزه. پسرم، اون دختره دوتا برادر رو به جون هم انداخت، اونا رو با هم دشمن کرد، یه دفعه به هر دوتاتون پشت کرد، رفت با باریش ازدواج کرد. پسرم یونس، تو کجایی؟ زود باش بیا، مامانم حاضره. زودتر بیا، منتظرم. خداحافظ. کوزه، پسرم، اون دختر برات پردگاهه، پردگاه. اگه خودم بخوام تو اون پردگاه بیفتم چی؟ اگه خودم بخوام بیفتم چی؟ تا امروز این همه عقب عقب رفتم چی شد؟ نه، چی شد؟ دیگه میخوام تو اون پردگاه سقوط کنم. زود باش، حاضر شو. سلامو شروع کن.
ببخشید. میگن تو فکر نرو، بنویس سلام شروع کن. با سلام شروع کن. با دوست دارم تمومش کن. برای اون پسره تو روزنامه می‌نویسی؟ نه، برای اون نمی‌نویسم، برای مامانم می‌نویسم. نامه‌ای که برای مامان باشه که اینقدر فکر کردن نداره. نگهبانه که حرف می‌زدن شنیدم. پسر خیلی خوش‌تیپه. اون دوستمه. آن نکنه همون دوستته که تو فالت بود. آره خیلی خوب، بابا من هیچی نمیگم. بنویس بنویس دیگه، زود باش شروع کن. شما چی میخونید؟ ببین تمام که شد بده منم بخونم. سلام زردک. سال 2006 بود، 14 ژوئن. موقع اسباب کشی به محله جدیدمون، من تو رو اولین بار دیدم. علی هم پیشت بود. وسایل ما رو از کامیون یکی یکی پیاده می کردیم. جمره، برای خودم چای درست میکنم، میخوری؟ Thank you.
همه چی عالیه. خیلی وقته که خلوت نکرده بودیم. آره. خیلی متشکرم. نوشه جان قربان. از روز عشاق به این ور. این چیه؟ چند هفته پیش سفارش داده بودم. به خاطر اتفاقات اخیر امروز تونستم تحویل بگیرم. برای توه. خیلی قشنگه. خوشت اومد؟ دوستش داری؟ فوق‌العاده است، ولی کنجکاوم بدونم بابت چیه. حتما باید دلیلی داشته باشه ها؟ آخه عادت نداری بدون مناسبت کسی رو سورپرایز کنی عزیزم. حق با توه، یه دلیلی داره. در مورد حرفای اون روزمون فکر کردم. منم میخوام یه بچه داشته باشم. میخوام یه خانواده واقعی باشیم، همونطور که گفتی. از بچه های خیریه میتونیم یکی رو به فرزندی قبول کنیم. واقعا از ته دل اینو میخوای؟ آره. چون خیلی دوستت دارم. یعنی حالا که نمیتونیم صاحب بچه بشیم، ما هم این کار رو انجام میدیم. یه بچه رو به فرزندی قبول میکنیم، با هم بزرگ شدنشون رو تماشا میکنیم. گونه عزیزم، عزیزم. بله. روزتون بخیر آقای براک. روز بخیر. من منشی آقای باریشکمن هستم. بفرمایید. آقای باریش امروز ساعت 11 تو بیمارستان منتظر شما هستن، میخوان یه جلسه برگزار کنن. چه جلسه ای؟ اطلاعی ندارم. خب تو این جلسه کیا هستن؟ اونو هم نمیدونم، فقط گفتن که با شما تماس بگیرم، همین. خیلی خوب باشه، ساعت 11 تو بیمارستان. خیلی ممنون، روزتون بخیر. روز بخیر. بابا کوزه، صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر حسن آقا. چیزه، اومدم دنبال گلتن خانم، مغازش هنوز بسته است. هنوز خیلی زوده. خونه شونم رفتم نبود، تلفنش هم جواب نمیده، از صبح دارم زنگ میزنم. آره، منم دیشب بهش زنگ زدم که حالشو بپرسم، گفت امروز میخواد وکیلو ببینه، چه میدونم. ای بابا، وقت ملاقاتش با وکیل بعد از ظهر، نه صبح به این زودی. پس حتما رفته سمت ساحل، این روزا میدونی مدام میره ساحل، همینطوری زل میزنه به دریا، حتما اونجاست. کوزه
پسرم بیا کمک کن ماشین رو بار بزنیم. باشه همین الان میام. یه خواهشی داشتم، اگه با گلتن خانم روبرو شدین یا یه جای دیدینش یه زنگی به من بزنه، بی زحمت بهش بگین. باشه باشه، خیالت راحت باشه. فعلا خدافظ. صبح بخیر اومدین؟ فکر کردم پیش کوزهی میمونین. راستش من همین قصد رو داشتم، فکرم مون پیش بانو، شب سوار تاکسی شدم و اومدم. در حال خوش اومدین. خیلی ممنون، زود بیدار شدین. باید زودتر برم شرکت، امروز خیلی کار دارم. الان میگم صبحونه رو حاضر کنم. نه نه خیلی ممنون، همین الان باید برم. خیلی خوب. ابرو خانم، صبح بخیر. میبخشید، نمیدونستم بانو پیش توه. مهم نیست. میخواستم بهتون بگم اما رفتین تو. دیشب خودم دیدم، کاش شما میدیدین. مثل دوتا کبوتر سرشونو به هم دیگه چسبونده بودن و لبخند به لب حرف میزدن. البته نذاشتم منو ببینن، مستقیم رفتم بالا. ماشالله دخترم بانو حالش خیلی خوب شده، یعنی داره مثل قبلنا میشه. پسرم گانه چی کار کنه، دیگه نمیخواد از همسرش دور باشه، آخه خیلی دوستش داره. گونه هیچ کاری رو بی دلیل انجام نمیده. متوجه نشدم. روزتون بخیر. صبح بخیر پسرم. صبح بخیر مامان جون، حالا چطوره؟ لازم نیست، سریع حرکت کن برو. یه لحظه فقط خواهش میکنم ابرو خانم، یه لحظه. میشه باز دارین درو؟ ابرو خانم، ابرو خانم، من چی کار کنم، چی کار کنم؟ میخواین همینجا به پاتون بیافتم؟ تو رو خدا کمکم کنین، دختر من بیگناهه. خانم خواهش میکنم بریم بیرون. فیلم کن، اینو شما هم میدونین، مگه نه؟ به خاطر خدا یه لحظه، اگه یه ذره وجدان دارین. اگر بخوای بازم مزاحم من بشی مجبور میشم تو رام بندازم زندان. ابرو خانم، جبره بیگناهه، بیگناهه، جبره بیگناهه. دختر من کاری نکرده، دختر من کاری نکرده. موقعی اومدن از خونه کازی با تازه عروس دو مادر روبرو شدم. آره؟ کازی داشت منو سوار تاکسی میکرد، یه دفعه دیدم ماشین آقا سامی اومد. بیرون پیادش نکنی ها، برو داخل. باشه تا باشه. موقعی هم که وارد خونه میشه منتظر بمون. نگران نباش. دمت گرم. کازی، اگه از اون پرتگاه بیفتی من فقط تو رو از دست نمیدم، هممون با هم از اونجا سقوط میکنیم. تا آخر عمرم هم نمیتونم بیرون بیام کازی. خیر باشه ایشالله. من رو میام. منم میام. جهان تو بشین سر جا. خیلی خوب، اگه دلش میخواد بزو بیاد. جهان خب دیگه پسرم، خدا نگه دارت. کوزی
جا مامان نگاه کن، تو مسابقه بسکت برنده شدن. آفرین به تو پسر. حالا چطوره جوون؟ یونس زود باش دیگه، مثلا بابات نگران کازه شده بود، گفته بعد از مسابقه بچه یه سری بهش بزنه. فکر نمی کرد ممکنه با من روبرو بشه. از اومدنش پشیمون شد. اون زن بیریختشم همینطور. شب بخیر هندون خانم. شب شما هم بخیر. فعلا خدا نگهدار. گونه، حتی یه ذرم قیافه نگرفتم، یه ذرم گوشه کنایه نزدم. خیلی با اصالت سلامم رو دادم، رفتم نشستم تو ماشین. بابا تو میگی دهنش باز مونده بود، یه نگاه به زنش کرد، یه نگاه به من انداخت، اصلا انتظار نداشت. تو از کوزهی واسم بگو. حالش بد بود مگه نه؟ حتما خیلی پریشونه. والا پسرم، من گفتنیا رو گفتم، اما فکر نکنم گوشش بدهکار باشه. این جمره خیلی سمجه، به خدا صد رحمت به جادوگر. مطمئنم کوزه ازش دل نمیکنه، دختره بلای جونش میشه. حالا میبینی دختره، تا بدبختش نکنه، ولکنش نیست گنه. والا مامان چون منم به کوزه گفتم، تو هم بگو با اون جمره هر کاری دوست دارن انجام بدن، از خانواده من دور باشن، آرامش من و همسرم رو به هم نزنن کافیه. بانو صبح بخیر. صبح بخیر عزیزم، صدای ما که تو رو بیدار نکرد. نه، با تلفن مامانم بیدار شدم. مامان جمره اینجا بوده، دم در خونم. چی؟ چرا دروغ میگین؟ چرا یه بیگناهو بدبخت میکنین؟ شما مگه وجدان ندارین؟ خانم محترم لطفا برید. ولی شما میدونین اون شب کی اینجا بود؟ از کی دفاع میکنین؟ کیو قایم میکنین؟ مشکل درست نکنین. دختر من بی دلیل تو زندانه، قسم میخورم. گنه، این درو باز کنین، بذارین بیا تو. باز کنین درو. گنه، ای گنه، تو رو خدا کمک کن، ازت خواهش میکنم. گلشن خانم این کاره چیه؟ لطفا آروم باشین. اینا میدونن اون شب کی اینجا بوده، کی اومده و کی رفته. تو رو خدا باهاشون حرف بزن، تو با اونایی باهاشون در ارتباطی. تو رو خدا ازت خواهش میکنم، آخه میخوان جرمو بندازن گردن جبره. تو رو خدا ازشون بپرس. خودتون رو کنترل کنین، ممکنه خبرنگارا این دور و بر باشن، بد میشه. خواهش میکنم گنه، تو رو خدا باهاشون حرف بزن، جبره رو متهم نکنن. بهت التماس میکنم، دختر من بیگناه، تو هم اینو میدونی. به خاطر عزیزانت بگو، خواهش میکنم جبره رو نجات. باشه، من هر کاری از دستم بر بیاد میکنم. گلچن خانم، گلچن خانم، آب بیاری. خیلی خوب، خیلی خوب، بلند شید، بلند شید.